سلام به همه همراهان رادیو راوی. تو این قسمت قرار 7 تا از بزرگترین سوتی‌های پوستشی رو با هم دیگه ببینیم. این قسمت یه ذره اسپویل داره. رادیو راوی تو این که سریال پوستشی سریال خوبی از خیلی لحاظ، به خصوص کارگردانی، فیلمنامه و بازی شکی نیست. عوامل کاملا حرفه‌ای‌اند، ولی خب مخاطبا مو رو عماس میکشن بیرون. نمیدونم تفسیر اینجاست که نمیرسه هیچکی به هیچ جایی، چون پامون واسه کسی جفت با نمیندا همیشه وزینه بیستا. اگر این ویدیو رو پسندیدید با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید. بریم 7 تا گاف سریال پوستشی رو با هم دیگه ببینیم. گاف اول، نعیم تو صندوق عقب یه ماشینیه و از پشت داره به ماشین تیراندازی میشه. هی به صندوق ماشین داره گلوله شلیک میشه و سوراخ میشه، ولی آخر آقا یارو یه خراش هم بر نمیداره. پایین در صندوق هم سوراخ شده به خاطر جای تیر، ولی چرا به تو نخورده؟ حداقل اگه جای سوراخ گلوله رو یه ذره یه وجب بالاتر میذاشتن خب این منطقی در میومد، ولی وقتی انقدر پایین سوراخ شده دیگه بعد بخوره به یارو دیگه. سوتی شماره 2 مربوط به سکانسیه که موتور سوار میاد کنار ماشین ساحل و بهش شلیک میکنه تا بکشتش. موتور سوار اینجا با دست راست تفنگو در میاره. آقا کمترین آگاهی از رانندگی و موتور داشته باشی میدونی که سمت راست موتور گازشه. این گازو وقتی ول میکنی، اسلحه در میاری و دو تا گلوله هم طول میکشه تا بزنی، این گازو وقتی ول میکنی خب موتور باید جا بمونه ماشین. تو نه اینکه هم راستای ماشین همینجوری بیای و دراری شلیک هم بکنی و همینجوری باهاش بیای. گاز و وقتی ولکری عقب میمونی داداش، گاز ورمه. آقا گاف شماره 3، صدرا و ساحل توی سکانسی تو ماشین نشستن دارن زیر بارو با هم حرف میزنن. با چند تا پلان پشت سر هم میبینی، ولی تو هر کدوم از این پلان ها سرعت برف واکن متفاوت با اون یکیه. آقا گاف شماره 4، این به نظر من بزرگترین سوتی کاره. هر موقع میبینم خندم میگیره و اصلا نمیتونی نبینی اینو. یه سکانسی هست، نعیم با کلا کاسکت میزنه سمت چپ صورت صمد. خب این پلانو داریم میبینیم، همه چی خوبه، صمد میفته زمین. پلان بعدی سمت راست صورت صمد زخمیه. اینجا تموم نمیشه، بارها داریم میبینیم که سمت راستش زخمیه. آقا سمت چپ زدی چپ زخمی میشه دیگه، راستش که زخمی نمیشه. گیریمور کجاست؟ منشی صحنه کجاست؟ گاف شماره 5. آقا یه سکانسی هست، شهاب حسینی داره دنبال یه تیکه های گرد و چشش اتفاقی لای چمن به یکی اینا میفته، یه حرف انگلیسیه، میگرد دنبال بقیه تیکه. آقا بیا واقع بین باشیم، مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه. اصلا پیدا کردی تیکه انقدی و ها اتفاقی هی میگرد و پیدا میکنه. از کجا معلوم 8 تا نبوده؟ از کجا معلوم 10 تا نبوده؟ شاید پیدا نکردی. جوری بذارین شخصیت بفهمه یا برسه به ثمر که انقدر دیگه تخیلی نباشه دیگه. آخه توی چمن تیکه های انقدی و نمیدونی اصلا بیشتره کمتره چند تاست، پیدا میکنی و پازل رو حل میکنی کارگاه. آقا ایراد 6، ببین دارم میگم ایراد، یه چیزیه که حل نشده برام. دنیایی که این شخصیت ها دارن توش زندگی میکنن انگار دنیایی که هیچکی توش شاغل نیست، واقعا انگار هیچکی توش کار نمیکنه. کاش ما هم واقعا تا یه همچین دنیای زندگی میکردیم، فقط پول خرج میکردیم، مثلا در نمیابود. ایراد شماره 7، واقعا به نظر من اونقدر گاف نیست. کجا را دارم میگم؟ یه سکانسی هست که نعیم و رضا میرن نریمان رو تو مبارزه زیرزمینیش خف میکنن. یارو رو میگیرن میبرنش باغ. یارو با سیستم مبارزه لباس پوشیده. بعد از اینکه نریمان کشته میشه، لیلا گوشی نریمان رو پیدا میکنه. مشکل اینجاست. آقا این آدم با سیستم خام مبارزه کشیده شده بیرون، خفت شده، انداخته شده صندوق و بردنش باغ. این گوشیشو تو جیبش که نمیذاره تو رینگ مبارزه باش مبارزه کنه. حالا چرا میگم اونقدر گاف نیست برای من؟ یه جایی که دارن میکننش تو صندوق عقب میبینیم سویشت دستشه. یه بار دیگه هم جلوتر میبینیم که سویشت تنشه. خب احتمال زیاد موبایل تو سویشرت بوده، فقط به ما گفته نشده. پس این اونقدر سوتی بزرگی نیست، خیلی ایراد گرفتم، ولی واقعا به نظر من توجیه پذیره. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه هم بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. موضوع قسمت بعدی رو شما انتخاب کنید. اگر سریال یا فیلم دیگه ای هم هست که پر از سوتیه، اسمشو برامون تو کامنت ها بنویسید که من برم سراغ اون یه ویدیو هم از اون بسازم. مرسی. حداقل جای سوراخ گاز ورمه.
پس میتونی توجیه باش. لطفاً با لایک و سابسکرایب حامی کن.